لیلی خامنه، روزنامه نگار اقتصادی از ازمیر، ما را همراهی میکنه. خانم خامنه، اعتراض های صنفی مدت هاست که شاهدشون هستیم. هیچ کدوم از این اصناف هم نیستن که بشه گفت همه خواسته هاشون تامین شده. تا کجا به نظرتون پیش میره؟ و به نظر میرسه که همینجوری هم داره دایرش گسترده تر میشه. بله، سلام و درود. بله، در مورد فعالیت های صنفی و اعتراضات صنفی اگر که بگیم، خیلی خوبه که الان از معلم ها شروع بکنیم. معلم هایی که تا شب عید در گرفتن حقوقشون دچار مشکل بودن و حتی دولت با دولتی مواجه هستیم که با محجورترین، با یکی از محجورترین شغل ها و صنف ها این رفتار رو کردش. معلم هایی که خیلی کار سختی دارن اما برای دریافت حقوقشون اینقدر با مشکل مواجه بودن و از یک سو با دولتی مواجه هستیم که اصلا فعالیت‌های صنفی رو به رسمیت نمیشناسه و برای این که اونها رو خاموش بکنه، در حالی که میبینیم که تا الان هم بی نتیجه بوده، میاد و فعالان صنفی رو بازداشت میکنه. مثل اینکه امروز آقای محمد حبیبی رو بازداشت کردن، آقای اسماعیل عبدی هستن که سالهای سال در زندان هستند و نتونستن ایشون رو، و مداوم دارن در زندان برای ایشون پرونده سازی میکنن. یعنی این وضعیتی هستش که فعالهای صنفی الان مواجه هستن و به نظر من اعتراضات صنفی به صورت مداوم گسترش پیدا میکنه، چرا که با دولتی مواجه هستیم که نمیتونه توقعات صنفی رو پاسخگو باشه. توقعات صنفی چی هست؟ مهمترین توقعات صنفی که الان ما شاهدشون هستیم این هستش که بتونن حقوقی درخور و شایسته رو دریافت بکنن، در حالی که میبینیم الان حتی از حقوق دادن به اونها هم عاجز هستن. خانم خامنه، ولی پیوند این اعتراضات صنفی با اعتراضهای ضد حکومتی که همیشه در جریان بوده در ماهای گذشته رو چطور میبینه؟ اگه خیلی کوتاه بگید. دقیقاً نکته خیلی مهمی اشاره کردین. ببینید، وقتی خیزش، وقتی انقلاب، وقتی اعتراضات، وقتی به اعتراضات صنفی وصل میشه، هر دو طرف هزینه کمتری رو میپردازند. کارگران، اصناف یکی از مهمترین بخش ها هستند در روی دادن یک انقلاب، نه تنها در ایران، در تمام دنیا. وقتی میبینیم انقلابی رخ داده، اون انقلاب وقتی به نتیجه رسیده که اصناف، که کارگران به اون اعتراضات وصل شدن و این نشون میده که، و اگر چه میگیم اصناف یعنی اعتراضات صنفی، اما این دلیل نمیشه. اعتراضات صنفی اگر هم اقتصادی باشه، باز هم خودش به یک نوعی به سیاست وصل میشه. چه بسا میبینیم که بارها در اعتراضات صنفی شعارهای سیاسی هم داده شده و این خودش یک نقطه عطفیه در پیروزی یک انقلاب. سپاسگزارم از شما لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی از ازمیر، ما را همراهی کردند.